سلطان محمود و راز چراغ خاموش. سلطان محمود غزنوی شب هرچه کرد خوابش نبود. غلامان را گفت حتما به کسی ظالم شده، او را بیابید. پس از کمی جستجو غلامان بازگشتند و گفتند سلطان به سلامت باشد، دادخواهی نیافتیم. اما سلطان را دوباره خواب نیامد. خود برخاست و با جامه مبدل بیرون شد. در پشت قصر ناله ای شنید که خدایا، محمود اینک در حرمسرا با ندیمان خود نشسته و نزدیک قصرش چنین ستم می شود. سلطان گفت چه می گویی؟ اینک من محمودم و از پی تو آمدم، بگو قصه چیست؟ آن مرد گفت یکی از خواص تو که نامش را نمی دانم شبها به خانه من می آید و به زور اهل خانه مرا مورد آزار و اذیت قرار می دهد. سلطان گفت اکنون کجاست؟ جواب داد شاید رفته باشد. شاه گفت هر وقت آمد مرا خبر کن. و او را و پاسبان قصر معرفی کرد و گفت هر زمان این مرد مرا خواست به من برسانیدش. شب بعد باز همان فرمانده به خانه آن مردی بینوا رفت. مرد مظلوم به سرای سلطان شتافت. سلطان محمود با شمشیر برهنه براه افتاد. در نزدیکی خانه صدای مرد را شنید. دستور داد چراغ را خاموش نگه دارید. آنگاه آن ظالم را با شمشیر کشت. پس از آن دستور داد تا چراغ را روشن کنند و در صورت کشته نگریست. پس در دم سر به سجده نهاد. آنگاه صاحب خانه را گفت قدر نان بیاورید که بسیار گرسنه. عرض کرد سلطان چون تو چگونه به نان درویشی چون من قناعت توان کرد؟ سلطان گفت هرچه هست بیاورد. مرد تکیه نان آورد و سبب خاموش و روشن کردن چراغ و سجده و نان خواستن سلطان را پرسیدند. سلطان محمود غزنوی گفت آن شب که از قصه تو با خبر شدم با خود اندیشیدم در زمان سلطنت من کسی جرأت این کار را ندارد مگر یکی از فرزندان. گفتم چراغ را خاموش کن تا محبت پدری مانع اجرای عدالت نشود. چراغ که روشن شد نگاه کردم دیدم بیگانه است. سجده شکر گذاشتم. اما غذا خواستنم از این رو بود که از آن شب که این چنین ظلمی در ملک خود اطلاع یافتم با خود عهد بستم لب به آب و
غذا نزنم تا داد تو را از آن ستمگر بستانم. اکنون از آن ساعت تا حال چیزی نخوردم. حالا شما خود حاکمیت عدالت این حاکمان را قضاوت کنید.